عرض سلام و ادب دارم خدمت بینندگان سری فیلم های آموزشی اندیشه نوبند نیما نصیری هستم. با یک فایل آموزشی دیگه در خدمتون هستیم. در جلسه قبل بیان کردیم که چگونه با ابزارهای مختلفی که در فتوشاپ هست ما بتونیم لکها، جوشها و چیزهایی که رو صورت هستش رو حذف بکنیم، اگر چیز زائدی هستش رو حذف بکنیم. خیلی سریع دورش میکنیم. ما روی ابزاری مختلف توضیح دادیم، اما یکی از روش که حالا گفتیم پرکاربرد هست و ازش استفاده میشه این هستش که شما اینجا بیاین این قسمت پایین یک نیو لایر بسازیم و در اینجا هلینگ براش رو انتخاب بکنید. سپس روی تصویرتون زوم بکنید با کنترل مثبت و ابزارتون رو کوچیک کنید. سپس آلتو بگیرین، روی جای خالی کلیک بکنید و شروع کنید کشیدن روی اون لکه ها و اون لکه هایی که روی صورت هست رو حذف بکنید. شما میتونید تصویرتون رو بیاین در این قسمت تبدیلش بکنید به سیاه‌سفید که لکه ها رو بهتر ببینید. البته نه روی لایه اصلی، میتونید ازش یه دونه کپی بگیرین به این شکل و اون تصویرتون رو از این قسمت با شیفت کنترل یو هم میشه این کار انجام بدید. به این شکل شما میتونید شاید لکه ها رو بهتر ببینید در این حالتی که سیاه‌سفید هست و هر موقع خواستید کار رو ببینید بیاین اون تیک رو بردارید و به این شکل کار بکنید. بیاین روی اون لایه و شروع کنید ابزار کشیدن. و هر جا خواستید دوباره لکه ها رو ببینید میتونید بیاین به این شکل عمل بکنید. در مجموع وقتی که این کارها رو انجام دادین و یا اومدید از ابزار استمپ استفاده کردین و بعضی جاها رو استمپ زدیم با گرفتن آلت و زدن کلیک، در هر صورت وقتی کار روتوشتون تموم شد و تصویرتون اون لکه‌گیری هاش انجام شد، وارد مرحله بعد میشیم که توضیحاتش رو ادامه خواهیم داد. پس ما این قسمت رو خیلی سریع رد میکنیم، لکه ها رو میگیریم و سپس برمیگردیم. خب دوستان، بعد از اینکه لکه گیری ها رو انجام دادین روی صورت که در اینجا میبینین، ما لکه ها رو حذف کردیم به این شکل، میاییم از لایه هامون، لایه هایی که لکه برداری رو انجام دادیم با هم یکیشون میکنیم، یک کپی میگیریم ازش. با این روش که کنترل رو نگر میداریم و روی دوتا لایه هامون کلیک میکنیم با کلیک سمت چپ ماوس و بعد از اینکه دو تا لایه سلکت شد و انتخاب شد، کلید کنترل و جی رو با هم میزنیم. اینجوری همونطور که میبینید یک کپی از اون دو تا لایه پایینی گرفته شد و سپس با زدن کلید کنترل ای اون دو تا لایه رو یکی میکنیم. همونطور که میبینید ما در بالا این کار رو از قبل انجام دادیم. پس به این شکل ما یک لایه کپی داریم از همه کارهایی که انجام دادیم در بالا که اگر اتفاقی افتاد میتونیم از لایه های پایینمون برگردیم و تغییراتمون رو راحت برگردیم که این مشکلی نخوریم. یه موقع از شما یک سری از کارها رو انجام میدید، برمیگردید میبینید که نیاز هستش که یه مسیری رو دوباره برید. از این راه میتونید لایه ها رو کپی داشته باشیم و برگردید به عقب. اما این نکته ای که هستش این هستش که با بسته شدن فتوشاپ مخ این امکان از بین نمیره، چون تو هیستوری اگه فتوشاپ بسته بشه تمام این کاری که کردیم از بین میره، تمام پچ هایی که زدیم، تمام ابزاری که استفاده کردیم برای لکه برداری از بین میره. پس اینجوری ما در ذخیره سازیمون لایه ها رو به ترتیب خواهیم داشت که بعدا بتونیم برگردیم. نکته دیگه این هستش که هرچی تعداد لایه‌هامون بالا بره و تعداد عکسی که استفاده میکنیم در این قسمت بیشتر بشه،
حجم فایلی هم که داریم ما ذخیرش میکنیم بیشتر خواهد شد. یعنی یه دفعه شما میدید یک عکسی که 6 مگ بوده، 20 مگ بوده و شما داشتید روش کار میکردید، تبدیل شده به 200 مگ، 300 مگ. بابت اینه که شما لایه‌های مختلف ذخیره کردیم و اونو PST دارید ذخیره میکنید. پس توی فضایی که دارید ذخیره‌سازی فایلتون که در حال کار کردن روش هستید رو انجام میدید، باید دقت به این داشته باشید که در اون محل فضای کافی برای کار باشه. اما بریم وارد محل بعدی بشیم. ما لکه گیری رو انجام دادیم، تبدیلش کردیم به یک لایه. از این لایه‌ای که ایجاد کردیم مجدد یک کپی میگیریم با کنترل J لایه بالایی و اینجا با دابل کلیک کردن روش میتونیم اسمش رو عوض بکنیم. ما در اینجا اسمش رو میذاریم بلور. سپس میایم این قسمت بالا رو قسمت فیلتر و روی این لایه بلورمون که یه کپی از لایه پایینی بود که روش تغییراتی انجام داده بودیم، میایم گاشن بلور رو انتخاب میکنیم. در اینجا بهش عدد 3.7 رو بهش میدیم، اوکی میکنیم. ما این دوتا لایه پایینی رو تقریبا فعلا بهش کاری نداریم، اینا رو با کنترل جی با سلکت شدنشون و کنترل جی زدن به حالت اینو توی گروه قرار میدیم و میزنیم بک، بکاپ نگه داشتیم. پس این قسمت هم میذاریم اسمشو مستر. خب پس ما اون لایه‌ای که لکه گیری کرده بودیم مستره، یک کپی از روش گرفتیم، یک لایه‌ای که کپی گرفتیم فیلتر گاشن بلور رو گذاشتیم روش به اندازه 3.7. سپس از لایه مستر دوباره کپی میگیریم با کنترل جی و میبریمش این لایه رو بالاتر از بلور قرارش میدیم. این لایه رو هم اسمش رو میذاریم اد، رینیمش میکنیم. سپس میایم تو قسمت ایمیج و اپلای ایمیج رو انتخاب میکنیم. توی این قسمت میایم لایه بلورمون رو انتخاب میکنیم، تیک اینورت رو میزنیم. از این قسمت اد رو انتخاب میکنیم یا سابترکت رو، یکی از این دوتا رو میتونیم انتخاب بکنیم. به این شکل عدد اسکال رو توی اینجا روی 2 قرار میدیم، آفستمون 0 هستش و به این شکل عکسمون در میاد، در پشت زمینه. این عدد رو اینجا میتونیم کمتر هم قرار بدیم و یا همون 2 قرارش بدیم. سپس اوکی میکنیم. خب به این شکل در اومد و لایه‌مون لایه اد دال سلکت هست. میریم روی لایه بلور و سلکتش میکنیم با کلیک چپ و سپس کلیک سمت راست رو روش میزنیم، میزنیم گزینه convert to smart object. خب بعد از اینکه convert to smart object رو انتخاب کردیم، سپس میریم تو قسمت فیلتر
بلور و گاشن بلور یا گاسیان بلور را انتخاب میکنیم. تلفظهای مختلفی من ازش شنیدم توی آموزش های مختلفی که حالا انگلیسی هستن سورسشون. حالا در هر صورت این گزینه را انتخاب میکنیم. اینجا عدد 33 رو وارد میکنیم، اوکی میکنیم، روی لایه اد میاییم و از این قسمت بالا از فیلترهایی که داریم از روی نرمال برش میداریم، میذاریمش روی لاینر لایت. اوکی، تصویرمون به این شکل در میاد. سپس میاییم روی لایه بلورمون، دابل کلیک میکنیم روی اسمال فیلتری که اینجا ایجاد شده، لایه که ایجاد شده، دابل کلیک میکنیم روی قسمت مربع سفید و در جدولی که در بالا، تبی که در بالا باز میشه، گزینه اینورت رو انتخاب میکنیم. سپس میایم روی همین باکس که تغییر رنگ داد به مشکی، یعنی اینکه ما میتونیم به میزانی که میخوایم برگردونیم از اون بلوری که میخوایم. وقتی به این حالت در اومد میایم براش رو انتخاب میکنیم، با زدن بی هم روی براش میره. باید رنگی که انتخاب میکنیم مخالف رنگ اینجا باشه، یعنی سفید اگر بود ما مشکی انتخاب میکنیم، مشکی اگر بود سفید انتخاب میکنیم. در اینجا ما مشکی رو داریم، میایم رنگ سفید رو اینجا انتخاب میکنیم همونجور که میبینید. اگر خواستید برعکس بشه این رنگ اینجا، کافیه که X رو بزنید، با X رنگتون تغییر پیدا میکنه. رنگ سفید رو انتخاب میکنیم، شروع میکنیم روی صورت کشیدن. عدد اینجا رو ما تغییر میدیم، میذاریمش این بالا رو روی C و اینجا رو هم میذاریمش روی 25. اوکی، حالا شروع میکنیم کشیدن. چون اون تو صد که بودش خیلی تغییرات سریع انجام میشد و نمیشد خیلی نرم این کار رو انجام داد. شروع میکنیم به کشیدن روی صورت رو جای مختلف. اتفاقی که میفته این هستش که تصویر ما کم کم حالت بلور و روتوش شده به خودش میگیره، این حالت رو به خودش میگیره و یواش یواش پوست ما نرم میشه و اون لکه ها کمتر دیده میشه. ما اینو خیلی باید نرم شروع کنیم کشیدن با خط مختلف صورت که هست. مثلا اگه رو بینی الان داریم کشیم، این خط اینجاست، همون به صورت خطی بکشیم. اگه قرار این کنارا رو بکشیم، به همون حالت شکل خطش بکشیم که به صورت نرم همگام با همون مسیر و خط پوست و حالت بافت پوست این عمل روتوش ما انجام بشه. به این شکل شروع کنیم کشیدن. همونطور که میبینید اینجا تغییر شکل داره میده، یعنی تقریبا به همون شکلی که ما داریم میکشیم این سفیدیه داره دیده میشه که توی این مربع که ما کجاها این خط خودمون رو کشیدیم. خب ما یه بریک میدیم، این اعمال رو انجام میدیم، همین کشیدن روی نقاط مختلف پوست رو و مجدد برمیگردیم. خب دوستان، همونجور که مشاهده میکنید ما روی پوست با استفاده از اسمارت فیلتری که اینجا ایجاد کردیم شروع کردیم کشیدن و با براشمون، ابزار براشمون، و اون بلور بودن رو به پوست اضافه کردیم. این تقریبا پوست صاف و حالت بلورین شد.
تو جای مختلف میتونید ابزار رو کوچیک کنید و جای مختلفی هم که حالا نیاز هست ابزار رو بزرگ کنید، دور چشم و جای مختلف رو با کشیدن پوست رو سافتش بکنید، یعنی نرمش بکنید. قطعا باید زمان مناسبی برای این کار بذارید اگه میخواید یه خروجی خوب داشته باشین. ما این کار رو خیلی داریم سریع انجام میدیم که روند ضبط ویدیو زیاد طولانی نشه و کوتاه باشه و قابل مشاهده باشه برای شما، و ساعت اگه طولانی بشه خب قطعا شاید سخت بشه دیدنش و دنبال کردنش. اما خب یه روند تکراری بود که روی پوست باید کشیده میشد. همونطور که میبینید الان ما اینو تیکش رو برداریم، زیر لایه میبینید چه اتفاقی افتاده، صاف شده. خب ما میایم روی این قسمت مسترمون مجدد با کنترل جی یه کپی ازش میگیریم و این لایه رو با موس یا با کیبورد میاریمش بالا و در اینجا مجدد اسم این عکسمون رو عوض میکنیم. برای مثال عکسمون رو اسمش رو میذاریم شارپ و میاییم روی این قسمت، دو قسمت شارپمون، دو قسمت فیلتر میریم، سپس روی آدر، روی قسمت های پاس و 2.7 رو براش انتخاب میکنیم. سپس از این بالا گزینه لاینر رو انتخاب میکنیم برای شارپمون و زیری قسمت عددمون رو روی وی واید قرار میدیم. میایم قسمت عدد رو از این قسمت پایین تبدیلش میکنیم به لایر ماسک که بتونیم کم یا زیادش بکنیم. فعلا لایه شارپ رو تیکش رو ور میداریم. همونطور که میبینید شارپ به ما یک بود و یک حالت وضوحی به تصویر ما میده. شروع کنیم روش کشیدن. جاهایی که احساس میکنیم شاید بهتر باشه که فیلترمون بیشتر اعمال بشه. میایم به این شکل عمل میکنیم. میتونیم هم از اینجا کپی بگیریم و بیاریم روی اینجا اعمال بکنیم. میتونیم هم جداگانه این تغییرات رو اینجا اعمال بکنیم به این شکل. مجدد ما باز خواهیم گشت، یه مقدار عمل براش کشیدن رو ادامه میدیم روی همین لایه عد و باز میگردیم. خب دوستان، ما با استفاده از براش همونجور که دیدین روی قسمت مختلف پوستمون شروع کردیم کشیدن در لایه عد و به همین شکل یک مقدار نرمی بیشتری رو بعضی از نقاط اضافه کردیم. خب حالا میریم رو قسمت لایه شارپی که اسم گذاشته بودیم. میایم این هم تبدیل میکنیم به حالت ماسک لایر و با رنگ مشکی میتونیم برخی قسمت ها رو حذف بکنیم. مثلا این نقطه هایی که روی تصویرمون اومده رو میتونیم
و حالت نویز هستش، میتونیمش کم رنگ ترش بکنیم. اینجوری هم بافتای صورت رو میتونیم حفظش بکنیم، یعنی هم بافتا باشه هم یه خورده کم رنگ تر بشه، توی پوست نرم تر بشه. به این شکل اطراف میکشیم، اطراف چشم و اطراف حتی رو خود سفیدی چشم هم میتونید بکشین. اوکی، به این شکل. در نقاط مختلف پوست مجدد شروع میکنیم کشیدن. دوستان ما این کارم باز انجام میدیم، یک روند تکراری هستش که بعد رو نقاط مختلف پوست، اون جایی که نمیخواین شارپن باشه میکشیم و باز مجدد برخواهیم گشت. خب دوستان عزیز، ما تو قسمت شارپن هم یه مقدار بعضی از نقاط رو برگردوندیم که دیدیم خوشون باعث شده بود که یه سری لکه ها روی پوست بیشتر دیده بشه، برجسته تر بشه، اونا رو برگردوندیم. هر جایی که نیاز دیدیم میتونید این کار رو انجام بدین. هر جایی که فکر کنید میخواید بافت پوست حفظ بشه میذارید به همین شکل بمونه. یه نکته هم هستش که هر جا احساس کردین که اشتباه رفتید، یعنی یه جایی یه لکی مونده یا یه جایی لک زیادی حذف شده، میتونید با رنگ معکوس رنگی که کشیدین اینجا، مثلا مشکی کشیدین رنگ سفید، برگردونیمش به قبل. این خیلی راحت دست ما رو باز میذاره. حتی اگه فتوشاپ رو ببندیم و باز بکنیم، مشتریمون بگه مثلا این لکه هنوز رو صورت مونده، یا مثلا میخوام اینجا جوش ها کمتر دیده بشه، یا نه میخوام بافت صورت بیشتر معلوم بشه، این کار رو میتونیم انجام بدیم مجدد بعد از این فتوشاپ رو بستیم، هم دوباره فایلمون رو باز کردیم. به این شکل ما این کار رو انجام دادیم، تصویرمون به این شکل در اومد. همونطور که میبینید ما لایه ها رو برمیداریم، ببینید چه تغییری ایجاد شده. تصویر ما از این تصویر به این تصویر تبدیل شد. یعنی اگه ما همین لایه بکمون رو بیاریم بالا، میبینید که چه تغییری روی پوست ما ایجاد شده. یه خورده اگه زوم کنیم خب تصویر رو بهتر میتونیم ببینیم. البته ما یه لایه فیلتر رو توش که براش نزده بودیم هم روش داشتیم، اینو برمیداریم تیکش رو بهتر میشه اینجور دید تغییرتون. اینجا لکه ها رو بهتر میتونید ببینید که چه تغییری ایجاد شد. خب اینو ما لایه بکمون رو مجدد میاریمش پایین قرار میدیم که اون چون نیازش نداریم، و چشمون رو بر میداریم تیک چشمش رو که دیزیبل بشه، و این بالا شروع میکنیم به ادامه فعالیت و کاری که میخواییم انجام بدیم خواهیم رسیم. خب حالا ما این عکسی که ایجاد کردیم یکم بیروح هستش، عمق رو نداره و شاید اون کنتراستی که باید داشته باشه رو نداره. چیکار بکنیم که این بعد از اینکه حالا روتوشمون رو انجام دادیم، ولی تقریبا روتوشمون انجام شده، یه خورده بهش عمق بدیم و بعد بدیم به عکسی که ایجاد کردیم. خب دوستان عزیز، برای اینکه ما عکسمون رو بتونیم یه مقدار بهش عمق بدیم و برجسته ترش بکنیم در اصطلاح، میتونیم از تکنیک های مختلف استفاده کنیم. یکی از تکنیک هایی که میشه ازش استفاده کرد تکنیک داج و برن هستش، و تکنیک های مختلفی هستش که میان استفاده میکنن. اما یکی از روش هایی که خیلی ساده است و میشه ازش استفاده کرد اینه که ما بیایم در این قسمت، در این قسمت پایین، روی این قسمت کلیک بکنیم که فیلترهای فتوشاپ نمایش داده بشه بر ما، و یک سولید کالر اضافه بکنیم. اینجا میریم سولید کالرمون رو به رنگ مشکی انتخاب میکنیم در اینجا با کلیک سمت چپ زدن روش، و سپس اوکی میکنیم. حالا دابل کلیک میکنیم روی اینجا، روی این، یا اینکه یه بار کلیک میکنیم روی این قسمت ماسکی که ایجاد شده، و این بالا اینورتش میکنیم. توی بعضی از نسخه‌های فتوشاپ شاید نیاز باشه دابل کلیک بکنید تا پنجرش باز بشه، اما توی این نسخه این شکل هست که روش کلیک بکنید این بالا میاد و
اینورت رو میزنیم معکوس بشه. حالا میایم ابزار براش انتخاب میکنیم وقتی که روی این ماسکمون اینجا هستیم و سپس میایم در این قسمت شروع میکنیم قسمت هایی از عکس رو روش کشیدن. جایی که میخوایم تیره تر باشه، مثلا روی چشم میخوایم این شکل باشه، این بالا میتونید درجه رو بیشتر یا کمتر هم بکنید. میریم اینا رو تغییر میدیم. اوکی، ابزار رو درست تر میکنیم، شروع میکنیم کشیدن. خب همونطور که میبینید تغییر ایجاد نمیشه. چرا؟ چون ما اینجا ماسکی که داریم مشکی هستش، پس باید اینجا قلمی که داریم میکشیم مشکیه، پس هیچ اتفاق نمیفته. پس باید قلممون رو برعکس بکنیم، یا از اینجا روی این کلیک بکنیم که سویچ بشه برعکس بشه، یا کلید ایکس رو بزنیم که جای این رنگ عوض بشه. با قلم سفید، براش سفید شروع میکنیم کشیدن. همطور که میبینید داره اینجاها رو از اون رنگ مشکی که ما سولیدی که ایجاد کردیم روی عکسمون میکشه. روی موجه هام که میخوایم حالا تیره تر باشه میتونیم این کار رو انجام بدیم و بکشیم به این شکل. یه بار چشم رو بر میداریم ببینید چه تغییری کرد عکس. همونطور که میدید اون قسمت ها یه خورده تیره تر شد. جایی که میخوایم سایه باشه روی تصویرمون یا میخوایم تیره تر باشه، میتونیم بیایم به این شکل عمل بکنیم و روش بکشیم. حالا میایم اینجا همونطور که میبینید روی قسمت های مختلفی که میخوایم تیره تر دیده بشه یا در اصطلاح سایه بیشتری داشته باشه، میایم از این ابزار میکشیم. مثلا میخوایم این قسمت های بینی هم داشته باشیم، میایم با کنترل زد بزنید برمیگرده آخرین چیزی که کشیدیم. ما اینجا میتونیم بیایم این قسمت دور بینی هم یک سایه ایجاد بکنیم زیرش رو به این شکل. حتی خط لبخند رو میتونیم اگه دوست داشتیم بیایم روش بکشیم به این شکل، و میتونیم بیایم درجه این رو کمش بکنیم. میتونیم حتی بیایم اینجا یه خورده سایه داشته باشیم روی پیشونیمون، خیلی کم، و به این شکل میتونیم دور چشم مجدد بیایم بکشیم قسمت هایی که موجود اینا هست، و این قسمت زیر گردن رو میتونیم بیایم یه خورده سایه بش بدیم. به این شکل. خب ببینیم تصویرمون چی بوده؟ چی شده؟ خب اومدیم این کار کردیم، سایه ها رو ایجاد کردیم. حالا میاییم این ابزارمون رو میذاریم روی سافت لایت به این شکل. این بالا فیلتر سافت لایت رو براش روی اون لایه انتخاب میکنیم و یه مقدار اپاسیتیش رو کم میکنیم، شفافیتش رو، که با عکسمون ادغام بشه و به اون شکل شدید نباشه. اوکی، تقریبا مثلا 60، اگه عدد 60 اینجا بزنید 60% عدد خوبیه. ببینیم چه اتفاق افتاد. ببینید عکس یه خورده در اصطلاح برجسته تر شد و عمق پیدا کرد. خب میایم دوباره اینجا یه فیلتر دیگه ایجاد میکنیم، سولید کالر، و این بار رنگ و سفید انتخاب میکنیم، اینورتش میکنیم و سپس روش کلیک میکنیم. میایم ابزار براش انتخاب میکنیم، معکوس اون چیزی که هست مشکی،
رنگ سفید شروع کنیم کشیدن. حالا این دفعه چی کار میکنیم؟ جاهایی که میخواییم سفیدتر دیده بشه، میخواییم روشنتر دیده بشه، یا جایی که میخواییم رد حالت نور ایجاد بکنیم روش، یه میکشیم. حالا مثلا ما خواهیم اینجا قسمت های چشم بخواده روشنتر از اینی که هست باشه. یا مثلا این سافتباکسی که روی چشم ردش افتاده رو میگیم یه مقدار سفیدترش میکنیم. به این شکل. خب اوکی، زوممون رو آت میکنیم و میایم رو بعضی جای صورت شروع میکنیم کشیدن. مثلا میخوایم اینجا یه حالت رد نور اینجا داشته باشیم یا اینجاها داشته باشیم به این شکل، و میخوایم مثلا روی لب هم یه مقدار رنگ روشنتری داشته باشیم اینجا به این شکل. حتی زیر چشا که یه خورده تیرت شده توی اینجا تیره هست و میایم یه خورده اونجا رو روشنترش میکنیم به این شکل. این اینجا ها رو هم یه خورده روشنتر کنیم، گوشه های چشم اینجا ها رو یه خورده روشنتر کنیم، و میتونید بیاید این قسمت هایی که حالا خالی هستش رو یه ذره نور بیشتری بهش بدین. روی بینی بیایم به این شکل کناره ها رو یه خورده نور بهش بدیم. به این شکل. و این وسط ابرو رو یه مقدار. و میتونیم اینجا روی گردن هم یه مقدار نور بهش بدیم. یعنی منظورم رنگ سفید هستش. به این شکل. خب عکس ما شد این. میتونیم زوم اوت کنیم و جایی که فکر میکنیم نیازه بازم یه مقدار بهش بدیم به این شکل. ببینید چی شد. خب اوکی، مجدد ما میایم اینجا و این لایه خودمونم بهش فیلتر سافت لایت بهش میدیم و نگاه کنید چه تغییری کرد عکسمون. میتونیم اینم درجهش رو بیاییم روی 60 بذاریم، درصد بهش بدیم 60 این بالا، و میتونیم مجدد بیاییم مثلا قسمت های مشکی رو یه قرده اگر میخوایم بیشترش بکنیم. مثلا میتونیم این قسمت ابرو رو یه بینی رو یه دونه خط سایه داشته باشیم این شکلی. خیلی کم. خب همونطور که دیدین عکس ما چه تغییری داشت. ببینید یه مقدار عکس ما حالت برجسته‌تر شد و مثلا اون سیاهی زیر چش رو یه مقدار کمترش کردیم، سایه هامون رو بیشتر کردیم و یه خورده جایی که میخواستیم نور بیشتر باشه روی پوست بیشتر کردیم، یه حالت کنتراست تقریبا ایجاد کردیم روی عکسمون. حالا از این قسمت ما میتونیم بیایم یه مقدار بیایم قسمت کرو رو انتخاب بکنیم از اینجا از فیلتری که داریم، سپس بیایم اینجا این روی این علامت انگوش که هستش انتخاب بکنیم، یک نقطه تیره انتخاب بکنیم و سپس یک نقطه روشن روی پوستمون. همونطور که می‌بینید دو تا پوینت اینجا ایجاد شد، یه نقطه تیره یه نقطه روشن روی پوستمون رو داریم. حالا ما میتونیم بیایم قسمت تیره روی که انتخاب کردیم و با تیره ترش بکنیم یا روشن ترش بکنیم از اینجا با کشیدن، و قسمت روشنی رو هم روشنتر یا تیره ترش بکنیم که یه مقدار باز اینجا به عکس ما عمق بیشتری میده و یک حالت برجسته تر میکنه عکس ما رو.
کنتراست رو تقریبا بیشتر میکنه. یک حالت S اگر پیدا بکنه از بالا بالاتر باشه، یه مقدار پایین یه مقدار پایین تر باشه نقطه که قرار دادیم، تعادل خوبی ایجاد میکنه. سپس ما میایم اینجا از این فیلتری که اینجا داریم میایم کنتراست انتخاب میکنیم و با اینجا ابزاری که داره یه مقدار کنتراست هم میتونیم به عکسمون بدیم. این اگه کمش بکنیم برکنس و پایینی کنتراست رو تغییر میده. میبینید که چه تغییری رو عکس ایجاد میشه. میتونید کنتراست یه خورده کمش بکنید، تقریبا یه خورده ماتی به عکس میده، حالت سینمایی به عکس میده. اوکی، با برداشتن این چشم هم که میتونید تغییرات رو ببینید. عکسمون رو زوم اوت میکنیم ببینیم چه اتفاق افتاده. این تغییراتی هستش که ما روی عکسمون ایجاد کردیم. حالا میخوایم بیایم روی عکسمون یک کچ لایت ایجاد بکنیم. یک دیدین بعضیا میان یک حالت رینگ لایت میذارن موقع عکس گرفتن که یک دایره توی چشما ایجاد میشه و چشما رو قشنگتر میکنه. ما میتونیم بیایم اینجا یه دونه لایه ایجاد بکنیم، نیو لایه، و توی نیو لایه‌ای که ایجاد کردیم بیایم ابزار اینجا رو سلکت و انتخاب بکنیم، یک دایره بکشیم. میتونیم مرکز چشم رو انتخاب بریم رو مرکز چشم، آلت رو نگه داریم و موس رو به اطراف بکشیم. این شکلی یک دایره به تناسب وقتی میکشیمش بزرگ میشه از اون مرکز. اوکی، ما اینو مثلا کشیدیم. اوکی، حالا این دایره رو کشیدیم، میاییم اینجا و رنگ سفید روش می‌ریزیم. اینجا کالرمون رو سفید انتخاب می‌کنیم و رنگ سفید روی این نیو لایر که ساختیم می‌ریزیم. اوکی، سپس میایم کنترل دی می‌زنیم از حالت سلکت در بیاد، دی سلکت بشه و مجدد میایم اینجا ابزار رو انتخاب می‌کنیم، ابزار سلکت رو از مرکز این لایه‌ای که درست کردیم و میکشیم به اطراف، جوری که یک خطی از این دایره ما وقتی برش داشتیم یک خطی از دایره بمونه در دورش. در مرکزش انتخاب میکنیم، سپس جاشو با لفت و رایت روی کیبورد میتونیم تغییر بدیم. بعد از اینکه جاش اوکی بود دیلیتو بزنیم، یا اینکه میتونیم بیایم به جای دیلیت زدن اینجا دوباره یه ماسک ایجاد بکنیم و اینجا اینورت رو بزنیم، به این شکل در اومد. اوکی، خب حالا ما میایم از روی همین یا کنترل جی میزنیم کپی میگیریم یا آلت رو نگه میداریم روی همین لایه و میکشیم، کلیک سمت چپ موس رو یه دونه کپی ازش گرفته میشه میاریمش روی چشم دیگه. اوکی، خب ما به این شکل میایم این کار رو انجام میدیم و سپس میایم این در این قسمت اوپاسیتیش رو کم میکنیم، میکنیمش مثلا 60 تا. اینو برای اون چشم هم همین کار رو میکنیم، اوپاسیتی رو میکنیم 60. سپس اینو میایم میذاریمش روی سافت لایت. ببینید میتونید رو حالتی مختلف هم نگاه بکنید ببینید چه حالتی براتون اوکی هست. ما روی این چشم میایم زوم میکنیم و فیلترهای مختلف رو میذاریم ببینیم کدوم فیلتر بهتره. نگاه کنید اینجا اگر رو فیلترهای مختلف کلید سمت پایین رو بزنید، دان رو بزنید رو کیبورد، اینجا این بالا این روی این فیلترها تغییر میکنه، ولی سافلت گزینه مناسبی هستش. میدونید رو سافت لایت بذارید و اگه دیدین کمه درجهش اوپاسیتیش رو یه خورده بیشتر بکنیم، مثلا 73 گذاشتم. خب میریم برای اون چشم هم همین کارو میکنیم، اونم میذاریم رو سافت لایت. و اوپاسیتیش رو همین 73 که برای اون یکی بود قرار میدیم. همونطور که میبینید یک کچ لایتی توی چشم ایجاد شد.
حالا میریم روی این قسمت، فیلتر مختلفی وجود داره که میتونید انتخاب بکنید، مثلا کالر بالانس رو انتخاب میکنیم. میایم چیکار میکنیم؟ رنگ اینجا بالانسمون رو ما تغییر میدیم، میبینیش مثلا به سمت رد، یک حالت مثلا شرابی، یا اگه میخواین آبی باشه چشم میتونید آبی ببریدش به توناژ آبی، اما اینجا میخواییم حالت عسلی پیدا بکنه یا شرابی پیدا بکنه، میایم جوری تین رو تنظیمش میکنیم که رنگ چشم به اون شکل باشه. میایم که میبینی کل عکس داره تغییر میکنه دیگه، و ما سپس میایم اینجا روی این ماسکش کلیک میکنیم، دابل کلیک میکنیم، اینورتش میکنیم که معکوس بشه. حالا برعکس شد. حالا روی ماسک اون میایم ابزار براش انتخاب میکنیم، میایم اینجا روی چشممون میکشیم به اندازه همون دایره، رنگمون باید سفید باشه براش که داریم میکشیم، حواسمون باشه. میایم اینو میکشیم این شکلی، اوکی. همونطور که میره رنگ چشممون به اون رنگی که ما بالانس کردیم داره تغییر میکنه، ما اون رنگ بالانس رو فقط داریم روی چشمامون به صورت ماسک در آوردیمش، لایه‌ای در آوردیمش، فقط داریم میگیم اون رنگ روی چشما، یعنی با برش که داریم میکشیم اون رنگ فقط روی چشمای ما میشه. خوبی این روش اینه که تو هر موقع خاصی میتونید بیاین اون از این به بعد روی اینجا کلیک بکنید، هر رنگی که خواستید انتخاب بکنید، دیگه زحمات بعدش خیلی زیاد نخواهد بود. اگه مثلا مشتری گفتش که من میخوام رنگ چشم تو این حالت نباشه یا حالت دیگه باشه، اینا میتونید تغییرش بدید. اوکی، رنگ چشم ما اینجا تغییرش دادیم. میتونید حالت فیلتریش هم عوض بکنید، سافت لایت مثلا بذارید که ادغام بشه با لایه زیریش، زیاد تابلو نباشه. بنش. اوکی. همچنین شما میتونید بیاین کارهای مختلف دیگه ای هم انجام بدید، مثلا بیاین یه قسمتی رو یک لایه کرف ایجاد بکنید و ما بیایم اینجا خیلی روشن کنیم، درجه نورمون رو زیاد بکنیم، روشنش بکنیم به این شکل، و اینو اینورتش بکنیم لایه‌ش رو، و بیایم با براش که داریم این روشنی که ایجاد کردیم رو روی یه قسمت از چشم مثلا بکشیمش به این شکل، یه قسمتی از چشممون یه مقدار روشن‌تر باشه اینجوری. ما میتونیم اون کچ لایتایی هم که کشیده بودیم بیاییم جا به جاش بکنیم، ببریمش مثلا یه جهت دیگه، مثلا این کچ لایت که اینجا کشیده بودیم و یه خورده ببریمش توتر، مثلا حالا مرکز چشم حالا حتما نباشه، این شکلی کنیم و اینم هم به همین شکل ببریمش گوشه تر. و وقتی که این کارو کردیم میتونیم بیایم با ابزار براش رو ماسکش بکشیم و یه مقدار ازش حذف بکنیم، ابزارمون رو مشکی کنیم روش بکشیم که اون قسمت های زائده که فکر میکنیم زائده رفته حالا رو موجه ها، رو موجه ها رفته، اون قسمتش رو کمرنگ تر کنیم، چون رو موجه که نمیشه که نور افتاده باشه دیگه، یه وقتا قسمت بالاشو کم رنگ تر میکنیم که طبیعی تر جلوه بده. برای اون یکی چشم هم همین کار رو میکنیم، با ابزار براشون روش میکشیم، که قسمت بالایی که روی موجه افتاده کم رنگ تر بشه و طبیعی تر جلوه بکنه به این شکل. حتی اگه بخواید رنگ لبها رو تغییر بدین باز میتونید بیاید اینجا یه فیلتر ایجاد بکنید، کالر بالانس یا هیو سچوریشن فرق نمیکنه، میتونید از اینم استفاده کنید.
هیو سچوریشن یک رنگ اگه انتخاب بکنید اون رنگ سلکت شده رو میتونید مثلا غلیظ‌ترش بکنید یا تغییرش بدید، که اینجا قسمت های مختلفی داره که مثلا رد بوست بشه یا قوی تر بشه یا مثلا یلو باشه، مثلا رنگ های مختلف هستش که میتونید اینجا انتخاب بکنید. حالا ما مثلا رنگ قرمز رو انتخاب کردیم، یه مقدار رنگ قرمز رو میاریمش تغییر توش ایجاد میکنیم، سچوریشنش رو بیشتر میکنیم یا کم رنگ کنیم که ماتتر باشه. به این شکل میتونیم این تغییر رو ایجاد بکنیم. حالا میاییم دوباره این اینورتش میکنیم مسکمون رو، سپس میاییم با همون ابزار براشمون با رنگ سفید میاییم روی لبا میکشیم. به این شکل. اوکی. ما ببینیم چه تغییر ایجاد شد. همونطور که لبها یه مقدار پررنگتر شد و ما میتونیم باز اینم بیاییم حالت سافت لایت بذاریمش و اوپاسیتیش رو حتی کمتر بکنیم، یا اگه خوبه همجوری بزنیم بمونه، مثلا ما میذاریم رو 86. اوکی، ببینیم چه تغییر ایجاد شد. رنگ لبها هم برجسته تر شد. میتونیم رنگ و کمرنگش هم بکنیم که طبیعی تر باشه چون آقاست، ولی برای خانم ها میتونید حالا اینو شدت بیشتری هم بهش بدیم. در هر حال ما دیدیم که تغییرات زیادی رو روی عکس ایجاد کردیم، کشلایت روی چشما ایجاد کردیم، عکس رو روتوش کردیم، یه مقدار حالت برجسته تر بهش دادیم. البته اینا باید با دقت بیشتری کار بشه و ما خیلی چون میخوایم سرعت داشته باشه فیلم، طول زمانش زیاد نشه، این رو خیلی سریع داریم انجام میدن. اینا خیلی میتونید با دقت این ابزارها رو بیشتر استفاده کنید. از این ابزارهایی که اینجا هستش میتونید کاربردای زیادی داره، میتونید ازش استفاده زیادی ببرید. مثلا یه دونه از چیزایی که اینجا داره کالر لوک آپ هستش که اگر انتخابش بکنید اینجا فیلتری که ایجاد میشه میتونید بیاین از حالت مختلف فیلترهای اینجا استفاده بکنید که رنگ های شما رو یه حالت سرد و حالت نمیدونم گرم و این یه سری رنگ های دیفالت اینجا داره که میتونید از اینا استفاده کنید روی عکستون. میدونید که حالت مثلا تیره، روشن، حالت مات، حالت سینمایی، حالتی مختلفی رو اینجا داره خودش، و از این چیزهایی که فیلترهایی که اینجا هست با اسم مختلف هست میتونید روی عکستون از اینا هم استفاده کنید رو و بهره ببرید ازشون. همونطور که میدید با انتخاب کردن گزینه‌های مختلفش تغییر میکنه و میتونید حتی دانلود بکنید از اینترنت رو بهش اضافه بکنید اگر تمایل داشتید به این شکل. میتونید بعد از اینکه این فیلتر هم انجام گذاشتید روش، میتونید یه مقدار این فیلتر رو درجهش رو اپاسیتیش رو کم کنید با لایه زیری ادغام بشه. مثلا لایه زیری ما یه خورده زردی داشت، به این حالت یه مقدار ادغامش کردیم، اپاسیتیش کم کردیم و در نهایت عکسمون به این شکل در اومد. بعضی از جاهای عکس هم ما میتونیم بیایم یه مقدار شارپ ترش بکنیم. میایم همون از لایه مسترمون کنترل جی میزنیم، یه کپی میگیریم، میایم این بالا بالای شارپمون که لایه شارپ که انتخاب گذاشته بودیم میذاریمش، اینو میذاریم آن شارپ. خب اسمش رو میذاریم آن شارپ و میایم رو قسمت فیلتر و رو قسمت شارپن آن شارپ ماسک رو انتخاب میکنیم و اینجا ما میتونیم بیایم شارپن عکسمون رو زیاد کنیمش به این شکل. تا جایی که عکسمون به هم نریزه میتونیم از این استفاده بکنیم و یه خورده عکس رو شارپ ترش بکنیم در اصطلاح. خب اوکی. البته اگر رو کل عکسون استفاده بکنید عکستون یه حالت بیکیفیت و شطرنجی و گیندار و اینا ممکنه پیدا بکنه. ما اینو میایم با حالت ماسک ترش میاریم و اینورتش میکنیم معکوس بشه. روی بعضی از جاها با ابزار براشمون اینو میکشیم که یه جاهایش
یه مقدار شارپتر بشه عکسمون. خب درجه کم میدید که ما اینجا 20، 30 و 25 رو داریم در این درجه ای که این بالا هست. میایم رو قسمت های ریش و لب که خب یه خورده حالا بیشتر تو چشمه، میکشیم یه مقدار اینو و روی مثلا جایی که اگه طلا هستش، خب یه مقدار برق توی طلا ایجاد میکنه، براق‌ترش میکنه، بلیستر نشونش میده. میایم روی اینجا هم میکشیم و رو چشم ها و ابرو میتونیم ازش یه مقدار استفاده بکنیم. چشممون برجسته تر بشه یه خورده. تو میدونید که توی عکس یکی از چیزهایی که خیلی به چشم میاد چشم ها هستن. چشم اگه فوکوس باشه و خیلی شارپش بالا باشه، اون عکس در سالا خیلی به چشم میاد و فکر میکنم خیلی با کیفیت هستن. خیلی این خیلی تو چشم میاد. روی قسمت های از مو هم میکشیمش. اوکی، عکس ما به این شکل در اومد. اینقدر ما درجه کارمون رو داریم کم میزنیم که شاید مثلا حالا توی این تصویر مانیتور زیاد دیده نشه اون تغییراتی که داریم اعمال میکنیم. خب به این شکل این تغییرات رو اعمال کردیم. اگر توی چشم هم خواستیم میتونیم بیایم توی چشم رو سفید بکنیم. مثلا اگه رنگ چشم رو خواستید میتونید بیاین رنگ چشم رو با ابزاره که اینجا داریم بیاییم بالا یه لایه درست بکنیم، فیلتر سولید کالر سفید و اینورتش بکنیم و بیاییم اینجا با استفاده از ابزار براش روی اینجا بکشیم. میتونیم درجه اینجا رو بیشتر کنیم، مثلا اینجا رو بیاییم بکنیمش 35. به این شکل ابزارمون رو کوچیک کنیم و لبه های رو هم بکشیم. هر چقدر وقت بیشتری بذارید و با دقت‌تر این کار رو انجام بدین، کار تمیزتر در میاد و کار قشنگتر جلوه خواهد کرد. بعد فتوشاپ چیزی هستش که باید حوصله زیادی داشته باشین و وقت زیادی صرفش بکنین. شاید شما یه عکس رو توی صفحه مثلا اینستاگرام یا جای مختلف که میبینید انقدر کوچیکه متوجه نمیشید که چقدر کار کرده شده روش، ولی مثلا اون عکس رو در حالا سایز بزرگ وقتی چاپ بشه یا مثلا حالا توی مانیتور زومش بکنید میبینید که چقدر ریزیکایی داره. البته شاید توی صفحه‌ای مثلا مثل اینستاگرام و بعضی صفحه‌های سوشال نتورک هایی که حالا کیفیت بالایی هم حالا شاید نیاز نیست، میتونید انقدر با دقت هم کار نکنید. مثلا حالا شاید زیاد هم اگه با دقت کار نکنید کسی متوجه نشه، فقط تو سایزه بزرگ زوم کردنه که شاید این دیده میشه. ما اومدیم خب اینو به این شکل کردیم و میایم این رو حالت سافت لایت قرارش میدیم، یا میتونیم رو حالت کالر هم قرارش بدیم یا رو حالت سافت لایت به این شکل و اوپاسیتیش رو یه مقدار کم بکنیم، بذاریمش رو 60 مثلا، یه 62 الان خوبه. اوکیش کنیم. همونطور که میبینید به این شکل چشمای ما یه مقدار، و ما میتونیم هنوزم بیایم جایی که فکر میکنیم بیشتر نیاز هستش رو باز سفیدترش بکنیم. به این شکل همونطور که میبینید عکس ما به این شکل در اومد و تغییرات زیادی کرد. ما یک بار از همون لایه‌ای که با این به اسم بک گذاشته بودیم اون لایه رو چشمش رو میذاریم و میاریمش بالا ببینیم چه اتفاقی افتاده. این رو میاریم در بالای لایه هامون قرارش میدیم که ببینیم چقدر عکسمون تغییر کرده. خب عکس اصلی ما این بوده، زومش میکنیم، لکه ها و جوش ها رو که روی صورت دارید میبینید. بعد اومدیم اون لکه ها رو یه مقدار برداشتیمش و سپس حالا چشمش رو برداریم ببینید که چقدر تغییر روی عکس ما ایجاد شده و چقدر عکسمون زنده تر شده در اصطلاح و بود پیدا کرده و پوست چقدر
صاف و یک دست شده. عرض کردم در طول این آموزش که هر چقدر شما وقت بیشتری بذارید نتیجه بهتری خواهید گرفت و هر چقدر دقت بیشتری داشته باشید کیفیت کارتون در خروجی بالاتر خواهد بود و این یک نمونه بود در یک قالب یک فایل آموزشی. امیدوارم که براتون کاربردی بوده باشه و قطعا شما میتونید با وقت گذاشتن تمرین خیلی بهتر از این عکس‌ها رو درست بکنید. اگر در زمینه آموزش فتوشاپ یا تدوین یا هر نرم افزاری که مربوط به آتلیه عکاسی و عکس گرفتن هستش خواستید به صورت خصوصی آموزش ببینید، میتونید با ما در ارتباط باشید. اگر نه میتونید فیلم های آموزشی ما رو در یوتیوب و آپارات به صورت رایگان مشاهده بکنید. البته در بعضی از شبکه های اجتماعی دیگه هم ویدئوهای ما شیر میشه و به اشتراک گذاشته میشه، اما ممکنه که به مرور زمان اونها رو کوتاه‌تر قرار بدیم و اصلش رو و کاملش رو در یوتیوب و آپارات شما بتونید مشاهده بکنید. پس صفحه یوتیوب ما رو حتما عضو بشین درش و آپارات ما رو که بتونید فیلم ها رو با کیفیت و به صورت کامل بتونید ببینید. ممنون میشم که ما رو در شبکه های اجتماعی مختلف اینستاگرام، یوتیوب، توییتر و لینکین و سایر جاهای مختلف که با یه سرچ کردن ساده تو گوگل میتونید پیداشون بکنید به اسم اندیشه نو دنبال بکنید و همراه ما باشید. بنده نیما نصیری هستم، ممنون که تا این قسمت از ویدئوهای ما رو مشاهده کردید. با ما همراه باشید با بخش‌های آموزشی بعدی، در خدمتتون هستیم. روز روزگار بر شما خوش.